خب درود دوستان، شب شما بخیر، خسته نباشید، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و روزگار به کامتون باشه. خیلی خوشحالیم از اینکه امشب هم فرصتی دست داد تا در کنار شما و در خدمت شما عزیزان بزرگوار باشیم و خدا رو شاکریم که خلاصه هر شبی رو یک فرصتی پیدا میشه تا بیاییم با شما گفتش اونودی داشته باشیم، گپی بزنیم، اخبار منطقه، جهان و داخل کشورمون رو به سمع نظر شما برسونیم، پشت پرده ها رو برای شما یه جورایی علنی بکنیم و این حق شماست که بدانید در پیرامون شما چه اتفاقاتی رخ میدهد. اما از ساعاتی گذشته همچنین که به شما قول داده بودیم ما فیلم رو منتشر کردیم، اون فیلم سکسی جناب آقای دکتر خان رو، جناب آقای سرتنگ رو، سرهنگ چی بگم، اونو خلاصه منتشر کردیم و جالب اینجاست کار یکی دیگه کرده، امروز ما رو تهدید میکنن، میگن که اعلام میکنیم پلا میکنیم، نمیدونم والا ما چه کار باید بکنیم. اون ماجرای سقطی رو پخش کردیم، اونجور ما رو تهدید کردن، اون باجناها رو پخش کردیم، ما رو اونجور تهدید کردن، قاری قرآن بیت علی خامنه‌ای رو پخش کردیم، باز اونجوری ما رو تهدید کردن و نمیدونم شکایت کردن و خواستن ما رو به دام بندازن و الانم این مردکه اسکل رو که هم متاسفانه مدرس دانشگاه هست، هم رئیس پلیس امنیت اخلاقی هست، هم نمیدونم رئیس پلیس اطلاعات هست، سرهنگ هست، نمیدونم هزار تا کوفت و زهرمار دیگه هم هست، این آدم احمد حول رو آمدیم امروز رسوا کردیم. دیدم حسابی هم شلوغ شد، حالا امشب در موردش صحبت خواهیم کرد، ولی اجازه بدید که من اول این جناب صادق خان رو بیارم بالا. آقا صادق اگر هستید بیاین بالا و ما برنامه امشب رو با حضور شما آغاز بکنیم. درود خدمت آقا پیمان گل، امیدوارم سلام خوب باشه، وقتت بخیر، چه خبر آقا؟ من که خوبم، خیلی هم خوبم، خیلی هم خوشحالم، دست شما درد نکنه، دست بچه های عزیز پشت صحنه و دبیرخانه رادیو گیلان هم درد نکنه که این فیلم رو تونستید خیلی سریع آماده بکنید، منتشر بکنید، ولی اونجوری که پیش بینی میشد و ما احساس میکردیم شاید 72 ساعتی دیگه تازه یه جورایی توپش به ترکه، آقا صادق بد ترکید و اصلا اوضاع خیلی خمر در اقربه. یه بیانیه هم نوشتی، یه خبری هستش، یه خبر فوری هم امروز رفتی، میخوای اول خبراتو بخونی بعد بریم سر وقت این خبر یا نه خبری نداری؟ چرا امشب خبر ویژه که زیاد داری، موضوعات منطقه هست، خبر ویژه تو بخون که من چند تا سوال دارم در خصوص همین فیلم و سوالات دیگه. حتی من یه پرسشی دارم، بذار همین اول برنامه از دوستانی که الان همراه ما هستند و دارن لطف میکنن، قلب میذارن، اظهار نظر میکنن، اینو بپرسم. دوستان عزیز، این جدی دارم خدمت شما عرض میکنم، آیا کار ما اشتباه است که این گونه فیلم های کثافتکاری این حرامزاده های وابسته به رژیم رو ما پخش میکنیم یا منتشر میکنیم؟ اگر کار ما اشتباه است همین الان منتشر بکنید و ما از این به بعد دیگه این کار رو انجام ندیم. اگر هم نه، واقعا این کار خیلی کار مفید به فایده و در راستای اهداف انقلاب زن، زندگی، آزادی، برای شناسایی این تروریست های حرامزاده حول کثیف جنسی اگر هست زحمت بکشید، پس در مورد این هم اظهار نظر بفرمایید که ما بخوایم از این به بعد ادامه بدیم، چون ما الا ماشاءالله از این فیلم ها زیاد داریم. خب یعنی اصلا داغ داغا، یعنی فیلم داریم که این فردا پخش بکنیم، ولی اون دفعه من عرض کردم خدمت شما ما واقعا نمیخوایم یه کانالی بشیم که مثلا حالا ما رو چه میدونم شبکه پرن بشناسن. ما اومدیم گفتیم خبرهای دست اول پشت پرده رو به سمع نظر شما عزیزان برسونیم، ولی بعضی وقتا نیاز عزیزان من احساس میکنم خیلی ها خودشون رو به خواب زدن، مخصوصا در بحث انتخابات این طبیله مجلس، و میگفتن که نه حالا چه اشکالی داره اینا نماینده مجلسن، شاید هم از بین خوبها شورای نگهبان اینها رو انتخاب کرده. ما با پخش این یک فیلم فقط خواستیم به شما این رو ثابت بکنیم که شورای نگهبان خودش عامل ام الفساده که اینجور حرامزاده ها رو بیچون و چرا
و به قول خودشون با حساسیت های مختلف و از فیلتر های مختلف میگذرونه و تایید میکنه و این تایید شده هاشونه که میبینی چه کثافت کاری ها و چه فضاحتی رو به بار آوردن. خب من این زحمت بکشید اینو کامنت بکنید، اونهایی که واقعا اگر علاقه مندن ما این گونه فیلم ها رو برای رسوایی این سران رژیم جنایتکار آخوندی منتشر بکنیم، ما رو تشویق بکنید و بگید که این کار رو ادامه بدیم. اونهایی هم که میگن که نه حالا غیر اخلاقی دیگه این کار رو انجام ندید و اینها، ما خلاصه نظرسنجی ها رو میبینیم، تناسب میگیریم، ببینیم کیا بیشتر حالا رضایت دارن یا رضایت ندارن، همون کار رو ما ادامه میدیم یا نه دیگه جلوش هم خواهیم گرفت. پس این شد پرسش امشب. آقا صادق اگر اجازه بدید من خبرهای ویژه منطقه و داخل کشور رو امشب بخونم و بعدم بریم دیگه موضوع برنامه رو ادامه بدیم. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو: ارتش اسرائیل 17 گردان از 24 گردان حماس را منهدم کرد، مابقی در جنوب منطقه تحت محاصره عمل میکنند. خیلی جالبه، از 24 گردانی که با پول جمهوری اسلامی و پول مردم ایران و به دستور علی خامنه‌ای تا به امروز داشتن عرض اندام میکردند و میگفتند ما چنین میکنیم و چنان میکنیم، 17 تاشون کلن به درک واصل شدن. 17 گردان، یه چند گردان دیگه مونده که الان تو جنوب نوار غزه هستن که دارن با ارتش اسرائیل یه جورایی جنگ میکنن که اونها هم به زودی به درک واصل میشن. و جالب اینجاست که اطلاعاتی خود تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی ارتش اسرائیل داده، گفته یحیی سنوار که یه جورایی دست راست علی خامنه‌ایه تو همون منطقه جنوب تو یه دونه از این سوراخ‌ها هم قایم شده با اینها، به زودی امیدوارم که این رو بتونن زنده سیدش بکنن. این اتفاق اگر بیفته خیلی خوشحال کننده خواهد بود. اما موضوع بعدی، وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه 2 فوریه از بازگشایی 3 پرونده فدرال در 2 اداره دادگستری آن کشور در ارتباط با قاچاق غیرقانونی نفت و تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس خبر داد. دادگستری منطقه جنوبی نیویورک 7 متهم از جمله پسر رستم قاسمی، فرمانده سابق سپاه و وزیر نفت جمهوری اسلامی، همراه با اعضای یک گروه انرژی ترکیه به تروریست، دور زدن تحریم ها، کلاهبرداری و پولشویی در ارتباط با قاچاق و فروش غیرقانونی نفت ایران به خریداران مرتبط با دولت ها در چین و روسیه و سوریه با هدف تامین مالی سپاه و نیروی قدس متهم شدند. میبینی چقدر جالبه، یعنی این اراذل اوباش سپاه تروریستی تمام فرزنداشون و چه میدونم نوهاشون و نوادگانشون و همه رو فرو کردن تو بحث این نفت خامه که حق مردم ایرانه، اینجور بر میدارن چپاول میکنن برای مواسط تروریستی و چه میگم بدبستونهایی و با چین و روسیه و سوریه و اینها در پشت دست دارند و چه پولهایی بالا میکشن. آن وقت یک کارمند که تو یک اداره هست همین الان میناله که هفتم گروه هشتمه، چرا حقوقها رو متناسب با این گرونی و با این تورم و اینها شما نمیبینید و وزن نمیکنید؟ میگن نه ما بحث منابع مالی نداریم، نمیدونم بودجه نداریم، نفت فلان و بسار. اما اینجور کارهای تروریستی و مافیایی همیشه این رژیم جنایتکار آخوندی ارزم به حضور شما بودجهشو داره. اما یه خبرم اجازه بدید از داخل کشور بخونم. 3 زندانی سیاسی در خطر اعدام قریب الوقوع هستند. یک سازمان حقوق بشری امروز بار دیگر هشدار داد احکام اعدام عباس دریز و رضا رسایی، 2 تن از معترضان زندانی در دیوان عالی کشور تایید شده و آنان در خطر قریب الوقوع اعدام قرار گرفتند. پیش از این خبر تایید حکم اعدام مجاهد کرکور در دیوان عالی منتشر شده بود. این سازمان حقوق بشری خاطر نشان کرده است تنها در ماه ژانویه نخستین ماه از سال جدید میلادی 72 نفر در ایران اعدام شدند. با تایید حکم اعدام 2 تن از معترضان زندانی به نامهای دریس و رضا رسایی در دیوان عالی کشور، خطر اجرای قریب الوقوع حکم ایشان افزایش یافته است. ای کاش اون احمدخواب و گوسفندهایی که خودشون رو به خواب زدن و هنوز آب تو آسیا به این رژیم جنایتکار آخوندی میریزند، این خبرها رو دنبال
دنبال بکنن که هنوز نه به داره نه به باره و این رژیم جنایتکار به رأی شما احتیاج داره، اینجور جوانها رو داره جلوی شما و در ملأ عام اعدام میکنه، جوانان انقلابی و بیگناه ما رو. وای به روزی که شما به پای صندوقهای رأی برید و این حکومت مشروعیت نداشته خودش رو به دست بیاره و آن وقت ببینید در پایان این سیرک مسخره طبیلی مجلس چه بلایی بر سر شما خواهد آورد. این چیزهایی رو که من میگم، این جملاتی رو که من میگم، از من به یادگار یه گوشه بنویسید و بعد چند ماه دیگه مطمئن باشید، نه چند ماه دیگه، ماه دیگه انتخابات همین طبیلی مجلسه، درست این یک ماهش گذشت، بعد من میدونم و شما و میام اینجا میشینم میگم که یادتون باشه. البته واقعا 80 میلیون مردم ایران ما داریم میبینیم تو نظرسنجی هم که دیگه مشخصه، چه نظرسنجی های دولتی و چه نظرسنجی های بیرونی داره نشون میده که 80 درصد مردم ایران اصلا با این حکومت، 80 میلیون مردم ایران تحت هیچ شرایطی با این رژیم جنایتکار آخوندی هیچ گونه تفاهمی ندارن، راه خودشون رو از این کثافت ها کج کردن. اما متاسفانه یک 5 میلیون گوسفند میدان داره، چه میدونم دلغک داریم که متاسفانه باید هر طوری که شده یا اینها رو بیدارشون کنیم محترمانه، یا اگر بیدار نشدن باید یه جوری دیگه اینها رو بیدار بکنیم که امیدوارم طی این چند وقتی که فرصت داریم این اتفاق بیفته. ما در خدمت شما هستیم. مرسی پیمان عزیز. اگر میشه کامنت ها ببند که حواستون رو کامنت ها نباشه. چی میگن تو کامنت ها؟ همه گفتن که آفین رو پخش کنید. اصلا همینجا نظر سنجی 100% مردم گفتن آفین ما رو پخش کنید. البته ما بازم فیلم داریم که به زودی بازم پخش خواهیم کرد. حالا به قول پیمان گفتش که حالا ما نمیخوایم شبکه رادیو گیلان به صورت حالا همه به صورت پرن میشناسن و حالا بگن که آقا همیشه داره فیلم سوپر داره میذاره و فیلم به قول پیمان از اون فیلم های بد بد اسمشو نمیتونم ببرم میذاره، و بابت همین هر سری حالا هر مناسبتی که شد، حالا اون سری دهه محرم بود، این سری دهه فجر بود، حالا یه دهه دیگه هم پیدا میکنیم ببینیم که پیمان کی رو انتخاب میکنه واسه پخش فیلم بعدی. پیمان قبل از این که من سوال خودم رو مطرح کنم بگم که این آقای سرهنگ دقیقی توی اعتراضات هم جزء از سرکوبگرا بود و توی اداره اطلاعات رشت کار میکردن و خودش هم بازجو بود، یعنی بچه هایی که میگرفتن هم ایشون میومدن بازجویی میکردن و بابت همین هم ترفیع درجه گرفت. یعنی بعد از اینکه این اعتراضات رشت حالا یه مقدار ساکت شد، ایشون یه ترفیع درجه گرفتن و بعد از اینکه ترفیع درجه گرفتن و عکسش منتشر شد توی فضای مجازی، ایشون استعفا دادند و اومدن توی عرصه انتخابات، میخواستن یه عرض اندامی بکنن، خلاصه یه رزومه داشت دیگه. ما دیگه میدونیم اونایی که توی اعتراضات بودن به هر جایی میتونن برسن. توی انتخابات هم ایشون اومدن ثبت نام کردن و به راحتی از فیلتر شورای نگهبان رد شدن که نتونست از فیلتر پیمان بهبودی رد بشه و قبل از اینکه رأیگیری بشه پیمان مردودش کرد. اینکه چطور بود این فیلم؟ چرا زودتر از موعد به ما دستور دادی پخش بشه و ما و بچه ها خیلی فلفل اومدیم درستش کردیم و همین امروز هم پخش شد. واکنش ها رو بگو، پیامی که آخر گذاشتی، متنی که آخر گذاشتی، خبر فوری رفتی، واکنش های اون برای بگو، واکنش های مردم رو بگو، از تو بیشتر بشتر این پیمان. خب اولا که راستش رو بخوایم ما برنامه‌ریزی کردیم برای هفته آخر انتخابات این فیلم رو پخش بکنیم، اما تو شورای برنامه‌ریزی دبیرخانه رادیو گیلان به این نتیجه رسیدیم که احتمال داره هفته آخر دستخوش حوادثی بشه، یعنی حکومت بخواد کلن اینترنت ها رو به بهانه این که آقا مثلا دیگه انتخابات شور انتخاباتی و فلان اینها از دسترس خارج بکنی که نذاره ما یه همچین کاری رو انجام بدیم. و بحث دوم این بود که ما همش منتظر بودیم که ایالات متحده این جواب قاطعی رو که قراره به جمهوری اسحالی بده
یک جوابی خواهد بود که کل مثلا مدیا رو، کل خبرگزاری ها و کل افکار عمومی رو به سمت خودش میکشونه و ما یه فرصتی داریم که حالا مثلا یه تنفسی بدیم، یه هفته حواس ها بره حالا سمت این جنگ و اینها. بعد دیدیم که نه، اصلا خبری نشد. آقای گوز بایدن کلن پشتک بالانس زد، عوض این که بیاد مثلا یه حرکت مستقیم در مقابل جمهوری اسلامی داشته باشه. به همین خاطر دیدیم که الان بهترین فرصته، چون یه خلأ خبری تو کل منطقه پخش شده بود و هیچ خبری نبود، ساکت بود. گفتیم بهترین فرصتی که شما زحمت کشیدید، بچه های سردبیری هم زحمت کشیدن، فیلمو خیلی زود آماده کردند و اینها، که ما این فیلمو منتشر کردیم. اما جالبه وقتی که ما منتشرش کردیم، چون ساعتهای ما کم فرق میکنه، ما اول سر صبح پخش کردیم اما نزدیک دم ظهر ایران بود. خب و جالب اینجاست که این آقا در یک مسجدی برای سخنرانی دعوت شده بودن، جناب آقای رئیس پلیس امنیت اخلاقی، برای یک مسجدی برای سخنرانی دعوت شده بودن، هم خیلی براش پرده زدن، حاج آقا خوش آمدی، یا الله بفرمایید و اینا. آقا ما تا این فیلم رو پخش کردیم، بچه های محیطی اونجا به ما اطلاع دادن که آقا شما به محض اینکه فیلم رو بارگذاری کردید، یکی دو نفر از افرادی که عضو هیئت مدیره مسجد بودن آمدن خیلی سوسکی و خیلی یواشکی پرده های خیر مقدم و اینا رو کلن کندن. اول کندن، بعد آمدن رفتن کنار جناب سرهنگ نشستن، گفتن آقا وضع خرابه، تو اینجا نمیتونی سخنرانی بکنی. بعد برگشت گفت یعنی چه نمیتونم سخنرانی کنم؟ اگر نباشه من بچه های امنیتی و اطلاعاتی میفرستم در اینجا رو میبندن. گفت آقا در اینجا رو میبندن چیه؟ این فیلم چیه؟ رادیو گیلان گذاشته. میگه تو فیلم رو دید؟ یه سکته ریز ناقص اونجا زد اولش. خب به قول گیلکان میگن غش بکود دکت زنان طرف. یعنی چی؟ غش کرده طرف زنونه. آره یه حرکت اینجوری زد و بعدم خیلی سریع اون محل رو ترک کرد و کلن تلفن‌های خودش رو خاموش کرد. ایشون یک مسئول فضای مجازی و رسانه‌ای داشت که کارهای اینستاگرام و تلگرام و یوتیوب و همه اینها رو براشون انجام میدادن. خب خیلی هم چون نفوذ داشت، نیروی اطلاعاتی امنیتی بود و هیچ کس هم جرأت نداشت بهش بده و جز بهش حرفی بزنه و جز به اون کسایی بود که میدونی شورای نگهبان حرامزاده، این جزء اولین نفرایی بود که تایید صلاحیت خودش رو گرفت. خب یعنی همه گفتن که این دیگه مثلا یه اصطلاح قشنگ میگن اثر و ملت شمسه، یعنی این دیگه آخرشه. خب که بهش همین ابتدا به ساکن تایید صلاحیت دادند و چند تا اسپانسر مالی میلیاردی هم دور و بر خودش جمع کرده بود و ادعا داشت که جزء سه نفر اول انتخاباته. خب یعنی رای میاره، بعد همین حرامزاده یه اول کثافت میره میشه تو اون طبیله مجلس. البته همشون همینن آقا صادق، ما قبلا هم از نماینده های استان دیگه هم پخش کردیم که فیلماشون در اومد تو هتل چه فوق فاکش هایی داشتند و چه داستان هایی داشتند و اینها. اما در ساعت اولیه که ما این فیلم رو پخش کردیم، یه سری تهدیدات نسبت به ما شد مثل همیشه از طرف همین مجازی های سپاه تروریستی و فلان که آره تو دیگه نمیدونم شمشیر رو از رو کشیدی، داری با نظام میجنگی، آخه تمام مردم ایران بشاشن به این نظامتون و به این نیروهای نظام شما که همشون اینجوری هم. عرضم به حضور شما آره تهدیدها به این صورت شد. بعد که این فیلم فراگیر شد، من دیدم خیلی از رسانه ها با من تماس گرفتن که آقا بیا سریع ما برنامه تلویزیونی رو داشته باشیم. گفتم نه، یکم صبر بکنیم، چون این بعد حداقل یه 72 ساعت بگذره این انفجاری در اون منطقه صورت بگیره، بعد اون موقع ما در خدمت شما هستیم. اما من دیدم خیلی سریع کانال یوتیوبی این آقا کلن حذف شد، یعنی کنار گذاشته شد، از دسترس خارج کردن. اما یه چند ساعت بعد که من با بچه های با تو هم تماس گرفتم، گفتم آقا برو تو اینستاگرام این مرد سرهنگه ببینیم مردم هجوم بردن چه چی، یعنی من ریسه رفتم، یعنی اینقدر مردم کامنت ها رو بست بیمان. آره الان کامنت ها رو بست. آره دیدم کامنت ها رو کلن بست، یه دونه از صفحه های تبلیغاتی اینستاگرام خودشون رو هم بست. این دوتا رو فکر کنم دیگه از سر چه میدونم ناچاری همینجور باز گذاشته. خب اما واکنش های درونی خودش، این میدونی که از جبهه
حامیان ولایت بود. نگاه، این که جبهه حامی ولایت بود اینجوری ببخشید تو دستشوی آبش و سرپا آورد، اونایی که دیگه حامی ولایت نیستن دیگه ببین اونا دیگه فکر کنن تو را میرن میریزن. گوش میدی ببین چه حوالای کثیف و حرامزادهی هستن اینها صادق. و جالب اینجاست، من دیدم که اظهار نظرها از طرف کوچکی نژاد که نماینده چند دوره مجلس دیگه، نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس و فلان، آمد گفت که این یه رسوایی بزرگه، خب که باید یه جوری سریع جمع بشه تا به چهره آقا خدشه وارد نشه. آقا خودش کونیه، چهره خدشه وارد نشه یعنی چی؟ چرا جوک میگید شما؟ اون اونجوری هست که شما همه اینجوری حرامزاده ها، تو خود کوچکی نژاد، خود تو که الان نماینده مجلسی، حرامزاده اول انقلاب که آمدی توبه نامه نوشتی، چون تو جزء منافقین خلق منافقین بودی، آمدی توبه نوشتی، کلی از دوستان هم چی میگن حزبی خودت رو فروختی، حتی زن اول انقلاب خودت رو که اونم جزء همین منافقین بودن اونم فروختی، که آمدی این زن این یکی رو گرفتی که مادر این توله ها تن که اون نام الان همه آدم پوش و نطفتون کثیفه، و تو آمدی میگی که حالا این ماجراهایی که رادیو گیلان پخش کرده سریع باید جمع بشه که خدشه به چهره آقا. خدشه چیه؟ 80 میلیون مردم دیگه برای شما اصلا به یه طرف مردم هم نیست، این مجموعه اقدامات شما و جمهوری اسلامی شما و نظام شما و آقای شما. این هم اینجوریه. یه جای دیگه هم یک امروز جلسه انتخاباتی بود، جناب آقای سردار آقازاده، سردار آقازاده قبلا فرمانده سپاه همین تروریستی بود، بعد دو دور نماینده شد، عضو کمیسیون امنیت مجلس، این هم آمد به که بعضی از این خبرنگارا پرسیدن آقا این چه فاجعه ای امروز رادیو گیلان پخش کرد و اینها، برگشت گفت آره منم متاسفانه دوستان آوردن فیلمو، من دیدم که واقعا خجالت آور این اعمال شنیع این آقا، خب و به نظر من این چون جزء جبهه نمیدونم حامیان ولایت، جبهه نمیدونم چیه ولایت هست، اون جبهه باید هر چه سریعتر اینو از لیست خودش بیرون ببره و ایشون باید نمیدونم کلن اصلا دیگه از انتخابات پا کنار بذاره. و جالبتر از همه این که ساعتی قبل حفاظت اطلاعات، قبل از حفاظت اطلاعات دفتر نظارت شورای نگهبان در استان گیلان هم با این آقا تماس گرفتن، گفتن آقا آخه خاک بر سر تمام مورچه‌خوار و پورچه‌خوار تو انداختی، لااقل میذاشتی بعد از انتخابات این کارو میکردی، مورچه‌خوار پورچه‌خوار رو همه رو انداختی برو، تمام مردم کشور تو رو اسکول کردن ببین کامنت‌ها چیه، تو آبروی خودت رو بردی، هیچی، آبروی نظام رو هم بردی، آبروی ماهایی که تو رو تایید صلاحیت هم کردیم بردی، پس برو چیکار بکن سریع تا اوضاع قاراش میش نشد و فلان استعفا بده و دیگه اصلا ادامه نده، چون ما اصلا اگر تو این کارو نکنی ما به خاطر اینکه رادیو گیلان بیش از این دیگه به ما فرو نکنه مجبوریم بیانیه رسمی بدیم و تو رو کلن از انتخابات کنار بذاریم. و موضوع بعدیش هم که میخواستم بگم چی؟ موضوع آخرش هم این که حفاظت اطلاعات، این آقا هنوز استعفا نداده، آقا صادق استعفا نداده یعنی دیگه نخواسته کلن از نیروی انتظامی بیاد بیرون، چون ایشون 23 سال سابقه کار داره، یعنی 7 سال دیگه اونجا وقت داره خون جوانان وطن رو به روی زمین بریزه، شکنجه بکنه، بازجویی بکنه، 7 سال دیگه از این به بعد وقت داره، البته اگر دیگه حفاظت اینو اجازه بده اونجا کار بکنه. امروز بچه‌ها میگفتن که بچه های همکارشون که حالا با ما یه جورایی در ارتباط هستن همه امروز خرطوم اینو یا هم مورچه خور اینو دستاویز کرده بودن تو ستاد فرماندهی و میگفتن فلانی رو دیدی با این هیکل کلا یه 2-3 سانتی‌متر داره، خاک بر سرش، که اینقدر آدم های حول هستند که دیدید ما به خاطر اینکه این دفعه ماجرای ثقتی پیش نیاد، آقا صادق من اتفاقا امروز صبح شما هم تاکید کردم گفتیم فیلم هایی رو بذارید از چند تا مکان و فیلم ها رو بدون سانسور بذارید و فیلم ها رو کاملا بذارید که کلا فکر کنم 11 دقیقه شد. بله 11، البته اول 18 دقیقه شد که بعد گفتی کمش کنم که بعد 11 دقیقه. حالا با این اینترنت نفتی هم که بنده های خدا داخل ایران دارن هنوز خوب نیدن، حالا این تازه بیاد چی میگن لود بشه و
بعد این خب ببینن امشب تا فردا صداش عجیب در میاد. خب و حفاظت اطلاعات هم از ساعتی قبل اینو خواسته، گفته بلند شو بی اینجا برای پاره از مذاکرات، برای پاره از توضیحات. که دیگه توضیح دیگه چیه؟ ما 11 دقیقه فیلم با کلاس گذاشتیم این خاک بر سر، اون ماجراهاش تو توالت. چقدر اینا آدم های ننگ و کثیفی هستن. من دلم برای همسرش میسوزه. البته یه چیز من خدمت بگم، این چون کثیفه مطمئن باش همسر ایشون هم آدم درست حسابی نیست که اینو قبول کرده. یه موضوع دیگه هم به شما بگم آساده، من به همین خدای کنار قلبم قسم اصلا این آقا رو نه میشناسم، نه باش سنمی دارم، نه باش دشمنی دارم، اصلا نمیدونم کجایی هم هست چیکارم میکنه. خب من اگر آقا صادق این فیلم رو پخش کردم، با بچه های سردبیری هم نشستیم 6 بار هماهنگ کردیم، دلایل داشتیم برای پخشش. ما میخواستیم به مردم ثابت بکنیم که مردم این رژیم، این ماهیتش، این شاکلش همین کثافتیه که شما دارید میبینید. نگاه کسایی هستن که تو مسترا، آخه نگاه کن آدم باید یه احترامی برای بدن خودش قائل باشه، برای بدن خودش قائل باشه. حالا مسترا و تو ماشین و تو مسجد که رفتی برای انتخابات خودت تبلیغات بکنی، اونجا داری با این لب و لوچه بازی میکنی. حرامزاده، تو فردا اگر نماینده مجلس بودی که 100% هم میشدی، اگر ما اینجوری تو رو رد صلاحیتی تمی کردیم، اون موقع دیگه شماها خدا رو بنده نبودید که همین الانم نیستی، چون همه شما از خامنه ای به پایین گرفته همتون بنده شیاطین هستید. من در خدمت شما هستم. من دو تا موضوع بگم، اینکه تو یادت رو فکر کنم، اینکه ایشون اینقدر مطمئن بودن که نماینده میشن، حتی قولم داده بود به همین طرف که اگر تو اومدی من اینجا یه اتاق واسه تو میذارم که همینجا ادامه کارمونو به صورت فیزیکی انجام بدیم. چتاشو حالا خودت داری دیگه، حالا اونا رو دیگه پخش نکردی به خاطر اینکه حالا خیلی چتاش دیگه خیلی ناجور بود. و اینکه ایشون اینو من خوندم خیلی جالب بود، دکترای مدرک تحصیلی زبان و ادبیات فارسی رو داشتن ایشون که از ادبیاتش توی فیلمش مشخص بود که چجوری آدمیه و چجوری این دکترای خودش گرفته که بیاد توی انتخابات شرکت بکنه. حالا یه سری خیلی رزومه داره، حالا رزومه‌هاش دیگه ما کار نداریم، نمیدونم توی دانسته کاراته داره، عضو هیئت ورزش‌های همگانی پرورش اندام و مدرس دانشگاه. آره مدرس دانشگاه. نگاه ساده، واقعا خجالت آوره، واقعا خجالت آوره. اساتید باسواد ما رو، اساتید دانشگاهی ما، اساتیدی که سالیان سال نشستن تحقیق کردن، پروژه دادن، پژوهش کردن، اینها رو که واقعا هم تحصیل کرده بودن، اونها رو برداشتن از دانشگاه ها بعد از انقلاب زن زندگی آزادی به ظن این که بر علیه رژیم جنایتکار و تروریسم آخوندی هستن کنار گذاشتن و یک مشت اسکل حول کثافت مثل همین سردار سرهنگ چیه مثل این برداشتن آوردن. شما فکرشو بکن، این کثافتی که از تو دستشویی نمیگذره، خب یعنی با دوتا آخ و اوخ کردن طرف مقابلش اینقدر تحریک میشه، با از تو مسترا که اون تاق مسترا مشخص بود که عمق کثافت اینها رو داشت نشون میداد، یا تو داخل ماشین پشت فرمون وقتی پلیس اومد مورچه خلیس وقتی مورچه خوار خودشو در آورد و این مسخره بازی، بعد این کثافت ها رو بهشون کرسی و اساتید دانشگاهی میدن، مدرسی دانشگاهی میدن که به دختران و پسران ما بخوان چه چیزی رو یاد بدن، واقعا چه چیزی رو جز اینه که این کثافت ها برن تجاوز کنن به دختران و پسران ما. پس اینجوریه که عزیزان ما اگر این فیلم ها رو پخش میکنیم، به قول صادق گفت که ما تو دهه ها، حالا اون دهه محرم بود، این دهه زجر اینها بود، ما اینها رو پخش میکنیم فقط نه به خاطر شما 80 میلیون مردم عزیز ایران که شما بهتر از ما این کثافت ها رو میشناسید، اگر ما اینها رو پخش میکنیم فقط به خاطر اینکه این 5 میلیون گوسفند که خودشون رو به خواب زدن با ماهیت کثیف این حرامزاده بیش از پیش آشنا بشن. پیمان یه سوال دیگه هم بکنم از این خبر بگذاریم.
اول اینکه من فکر کنم امشب تا صبح باید خواب این دقیقی رو ببینم با این حالتش ببینه دنبال میگفت چی؟ خبرم میگفت جان جان پلیس اومدش خیلی باحاله توی تو ماشین پلیس اومد، پلیس گوشی رو قایم کرد، عین اون طرف میاد مشروب میگیره پول تو دستش بود، پلیس که میبینه پول میندازه میگه بعد چرا پول انداخت، میگه این پول چیز بود، میخواستم من مشروب بخرم عرقسایی بخرم، الان اینم بیچاره پلیس دید گوشی رو انداخت اون یه تیکی نزدیکای 5 دقیقه کات کردن یه گوشی انداخته بود پای پلیس گوشی رو نگیر در صورت که خودش هم حالا چی میگن که افسران آقا تو ماشین، آقا تو ماشین پیرنش کشید بالا، آقا تو ماشین آخه لعنتی یه مکان دیگه درست حسابی پیدا کن دیگه لعنتی چه کاری آخه ای کاش اون قسمتی که اسلحه‌شو گذاشته در آورده بود داشت به این نشون میداد که من هم به سلاح یه تیکه هستش ولی چون تاریخ بود گفتم اگر بذارم میگن که آقا این هیچی مشخص نیست، حالا بیا 2 ساعت بیا توضیح بده، به خاطر همین خیلی از تیکا میگم 18 دقیقه فیلم بود ولی حالا تیکاش رو بریدیم. البته بازم پیمان فیلم داره یه سری فیلم ها واسه هم فرستاده که اسپانسرای اینا هستن، کسایی که تو سرکوب ها هستن، کسایی که حالا اونا بماند. و اینکه سوال آخرم اینه که پیمان چرا این ردیف فیلمایی که تو داری اینا چرا با همسرشون چرا هیچ ارتباطی ندارن، میان اینجور کارا میکنن؟ اون از اون قاری قرآن که بعد از اینکه داشت تریاک میکشید آقای محمد صفوی اونجوری داشت خودافزایی میکرد، این از این، از ثقتی، از کسای دیگه، این همه فیلم هم خودت داری، اینا چرا این کارا رو میکنن؟ چرا ارتباط زناشویی ندارن؟ مشکلشون چیه؟ نگاه صادق، اگر در واقع آن چیزی که اینها به زبان میارن از دین خودشون، از بحث اسلام خودشون، از ترویج تبلیغ همین بحث مسلمانی خودشون بخوایم اگر به زبان بیاریم، اینها میگن که مثلا خداوند یک نفر رو در کنار تو قرار داده به صورت قانونی و اینها با همون دیگه خلاصه مراحل چی میگن داشت، کاشت، برداشت رو انجام بده. ولی از اونجایی که اینها واقعا هیچ اعتقادی به اون دین و اینها، این من از اولم به شما گفتم اون کتاب خدایی که اینها میگن یا مثلا همین دینی که میگن، این نمازی که میگن، این بحث عفاف رو میگن، بحث نمیدونم جلوگیری از فسخ و فجور و لهو و لعب رو میگن، خودشون هیچ اعتقادی ندارن. گوش میدی؟ میگن یه آخوندی بود آمده بود تو خونه، بعد یهو میبینه همسرش بلند شد آمد یه طرف فرش رو با قیچی داشت میبری، بهش برگشت و چی کار داری میکنی؟ گفت حاج آقا آخه شما بالای منبر برگشتید گفتی اگه شاش مثلا بچه بشاشه تو یه قسمتی و فلان اونجا دیگه نجسه و اینها، باید شسته بشه. خب فرش هم که اگر ما که پول، شما میفرمایید که پول نداریم برای اینجور چیزا هزینه بکنیم، کل فرش رو که نمیتونیم بدیم، من دارم اون قسمت کوچیکش رو میبرم. برگشت گفت ای اسکل، ما این حرفا رو میزنیم برای مردم میزنیم، این جفنگیات فقط خوراکیه برای مردم، برای ما اصلا اینجور چیزها هیچ مشکلی نیست، همه چیز برای ما اوکی. اینا واقعا طرز تفکرشون همینه، اینها فکر میکنن که چون حالا مثلا با زور سرنیزه و گلوله و اینها صاحب منصب شدن و یه جورایی هم مثلا حالا این خودش مال جبهه ولایت بود دیگه، ولایت یعنی علی خامنه ای، چون اینها دومشون به دوم علی خامنه ای وصله، پس دیگه این مملکت با مردمش مال اینها، خب مال اینها، و اینها حق دارن که هر کاری که دلشون میخواد بکنن. اما خب حالا یکی امروز دوست عزیزی ما نوشته بود که اینها اون سالها که اصلا فضای مجازی نبود و فلانی نبود و اینها هر غلطی که میکردن در نمی آمد، اما الان تا یکی دست و بینیش میکنه خلاصه فیلمش از صد جا در میاد. ولی با این حال بازم میگم اینقدر اینها حول و پست و دم دستی و کثیفی هستند که لامصبها رحم نمی کنن. تو ماشین، تو راه، خودشون هم فتوا دادن که تو بالای شطور هم تو میتونی اون اعمال رو انجام بدی. آقا بریم موضوعات بعد. بالای شطور باز خوبه، دستش این کارا رو نکنه. آقا برگردیم به اوضاع مملکت و مشخصا خاورمیانه. چند روز پیش، 2-3 روز پیش آمریکا یه حمله ای کرد به مواضع جمهوری اسلامی توی سوریه و تو عراق.
اخبارش هم که همه جا منتشر شد، فقط تنها جایی که منتشر نشد توی خبرگزاری جمهوری اسلامی بود که هماهنگ شده این خبر اصلا به هیچ عنوان پخش نشد. حالا این یه موضوع که چرا این خبر پخش نکردن، خیلی هم قشنگ هماهنگ شده، تمام روزنامه و تمام رسانه‌ها هماهنگ شده این خبر پخش نکردن. و اینکه جمهوری اسلامی با این همه هزینه‌ای که کرد، هزینه‌ای که از جیب مردم، بالاخره از جیب مردم، موشکایی که میزنه هم از جیب مردم، آیا به اون مقاصدش رسید و به اون هدفش رسید یا نه؟ این دو تا سوالی بود که در مورد این خاورمیانه خواستم ازت بپرسم. نگاه صادق جان، خاورمیانه الان اگر بخوایم در ابعاد وسیع بهش نگاه بکنیم حالش اصلا خوب نیست. خب همین الان که ما جنگ مستقیم اسرائیل با حماس رو داریم دیگه، و به زودی لبنان هم شروع خواهد شد. خب و شما شک نداشته باشید، حالا بعضیا میگن که انگلستان و چه میدونم آمریکا دارن هر شب حوثی ها رو میزنن برای جلوگیری که نخون مثلا حالا تو دریای سرخ و هم باب المندب و اینها اون داستان ها رو به وجود بیارن به خاطر مثلا حالا جلوگیری و پیشگیری و این داستان هاست. نه اصلا من الان باید اینو با قاطعیت خدمت شما عرض کنم که جنگی هم الان اونجا، یه جبهه جدید اونجا باز شده. شما دیشب عمق استراتژیک هواپیماها و هواپیماهای انگلستان و آمریکا رو نگاه می‌کردید، یعنی کل اون منطقه رو، حالا تو صنعا و نمیدونم تو جاهای دیگه، تو خود یمن رو اصلا زیر آتش گرفتن. بمب‌هایی رو که شب گذشته انگلستان استفاده میکرد هر یه بمبش به 300 کیلو میرسید. خب اینها نشون میده که این دیگه یه بحث این که من حالا بزنم دوتا پیشگیری بشه و فلان اینها نیست، یه جنگ، یه جبهه جدیدی اونجا باز شده. بعد حوثی‌های یمن، یعنی کل یمن، خب اینا کل یمن رو در بر گرفتن. اینا فقط یه نوار غزه مثل حماس نیستن که بگن حالا یه گروهی هم ما اینا رو به یک گوشه ریم میبریم و بعد منهدم میکنیم. اینا نه، اصلا جنگ یمن، من اون دفعه هم عرض کردم، اینا نزدیک به 900 کیلومتر خط دریایی داره یمن. خب آمریکا و انگلستان با همین اروپایی هم که الان آمدن که نمیدونم مشارکت کردن در این مبارزه و اینها، شما 900 کیلومتر رو چجوری میخواین مثلا پوشش بدید، ازش محافظت بکنید؟ اصلا نمیشه. پس مطمئن باشید که این جنگ هم در اون قسمت ادامه دار خواهد شد و آمریکا حالا یا خواسته یا ناخواسته وارد این مسئله شد. من عرض میکنم خدمت شما که جمهوری اسلامی علارغم اینکه میلیارد میلیارد دلار از حق این مردم مظلوم ایران، از حق این مردم دهها استفاده کرد، هزینه کرد، خرج کرد، هنوز به مقاصد شوم خودش نرسیده. ایشون انتظار داشتن، یعنی جمهوری اسلامی، حالا مشخصا سپاه تروریستی و علی خامنه‌ای، انتظار داشتن که حالا بیان پایگاه‌های آمریکایی در عراق بسته بشه، برن روزها از سوریه برن، فقط اینها بمانند و اینها. خب اما این بحث ارزم به حضور شما، بحث برنامه ریزیشون یه خطایی درش به وجود آمد که باعث شد که کلن معادلات اینها به هم بخوره. همین الانش که من خدمت شما هستم، با این زدنی که پریشب ایالات متحده به مواضع رژیم جنایتکار آخوندی در سوریه داشت، اینها رو مجاب کرده که کلن دیگه سوریه رو خالی بکنن. اینها کل فرمانده هاشون رو ریختن بیرون. خب البته این وسط اسرائیل هم بی تاثیر نبود که بس خوراک اطلاعاتی به آمریکا میداد، خودش هم به قول گیلک ها گلف سنگین میزد، خوبم میزد از فرمانده هاشونو. پس نشون میده که وقتی اینها دارن از سوریه میان بیرون، دیگه اهداف این همه سال و حالا در پوشش نمیدونم دفاع از زینب و نمیدونم این داستان ها و اینها کلن همه به پنبه شد، رشته شد، کلن از بین رفت و اینها دارن اون منطقه رو خالی میذارن برای جناب آقای پوتین که روسیه بیاد اونجا رو کلن در دست بگیره، که الان هم پایگاه خیلی قوی اونجا داره و حسابی هم داره جاشو محکم میکنه، ولی اینها دارن دوم خودشون رو کولشو میذارن و میان بیرون. این برام نیابتی های عراقشون رو که دارید میبینید دیگه، الان همشون خفه خون گرفتن. شاید هم برای شما این سوالم باشه که چرا اصلا این چند وقته اینا صداشون در نیومد بعد از اینکه آمریکا داد. اولی که آمریکا
قبل از که حمله بکنه از طریق سفارت سوئیس به اینها پیام داد که آقا ما داریم میزنیم، اگر کوچکترین عکس العملی بر علیه ما انجام بدید ما گزینه های روی میز ما رو که آقای گوز بایدن دستورش رو داده که مشخصا داخل کشور ایران هم هست رو میزنیم، تعارف هم نداریم. اگر میبینید این الان خط خون گرفتند و فعلا چیزی نمیگن به خاطر اینه، چون آمریکا نگفته بود که ما میام یک بار میزنیم تموم کنیم، گفت که در چند هفته این عملیات ما ادامه داره. خب یعنی الان گزینه رو میزه، هنوز آماده است، یعنی اون پرونده بازه، تازه زدن. و این زدنی هایی هم که کردن و ما خیلی دوست داشتیم که از این سپاه تروریستی ها رو زیاد بکشند و نکشتن ما ناراحت شدیم، ولی زیر ساخت های اینها رو آساد کلن منهدم کردن. یعنی واقعا حالا ما آمدیم گفتیم که بله 4-5 روز به اینا فرصت دادن و اینها، ولی باز هم 4-5 روز فرصت مناسبی نیست که تو بخوای ماشین های آنچنانی بیاری کل موشک ها رو اینها رو ببری. نه بله آدم ها رفتن که اینا نمیخواستن حالا خون و خونریزی آنچنان بشه، اما زیر ساخت های جمهوری اسلامی رو تو منطقه ارزم به حضور شما سوریه کاملا منهدم کردن. و الان من باید عرض بکنم خدمت شما که دست بالا رو در حال حاضر آمریکا داره و احتمال این هم هست، احتمال این هم هست که الان نیابتی ها بخوان یک خطایی ازشون سر بزنه، یعنی گوش ندن به حرف علی خامنه ای و سپاه تروریستی، بخوان دفعتا خودشون یک کاری رو انجام بدن. و این باعث میشه که چون وزیر خارجه انگلستان و وزیر و جناب آقای این مرد دبیر شورای عالی کاخ سفید آمریکا، اونم آمد گفت دیگه، برگشت گفت از این به بعد اینا هر کدوم ما رو بزنن ما شما رو میزنیم، جمهوری اسلامی رو میزنیم. پس الان اینا منتظرن که یک خطای دیگه به وجود بیاد و این حمله مستقیم انجام بگیره. و این را هم خدمت شما عرض بکنم، برای اولین باره که شما تهدیدهای فزاینده‌ای رو از طرف ناتو، مشخصا دبیر کل ناتو و از طرف همین وزیر خارجه و وزیر دفاع انگلستان نسبت به جمهوری اسلامی دارید، میبینید که تو سالهای قبل اصلا یک همچین چیزی رو شما نمیدیدید. پس اینها همه نشان به این میگه که همه عزمشون رو جزم کردن که خطایی از جمهوری اسلامی سر بزنه و اونها بخوان واکنش خیلی سریع و جدی بر علیه این رژیم داشته باشن. پس شما میفرمایید که اینا اظهار نظرم که نمی کنن در خصوص این قضیه از ترسشونه. نگاه صادق، دیگه مشخص شده تو این سالها شما هر وقت در مقابل جمهوری اسلامی هر کشوری سنبش پرزور بود، یعنی با قاطعیت با جمهوری اسلامی برخورد کرده، مشخصا با آخوندهای پیزوری برخورد کرده، اونها در جا چماقشون رو چی میگن؟ چماقشون رو قائم کردن، یعنی یه جورایی جا زدن. الان هم دیدن نه اوضاع خیلی بیریخته، نمیتونن عرض اندام بکنن، فعلا سکوت میکنن، نه اینکه بگم فراموش میکنن، نه. علی خامنه‌ای کلن ایدئولوژیش که چطور سپاه چطور خودش آدم های کینهی هستن و حتما مطمئن باشین اتفاق بازم میفته، اما الان نمیخوان این کار بکنن. چرا؟ چون بازی آمریکا رو الان نمیتونن بخونن. اون گفته آقا پرونده بازه، ما تازه زدیم، میخواییم حالا از این به بعد ببینیم شما چیکار میکنید. انتخابات هم نزدیک، نمیخوان وارد یه بحران دیگه بشن. بحران تو کشور دارن، عدم شرکت مردم، حالا یه بحران دیگه هم تو خاورمیانه باشه. میخوام ببینم اطلاعاتی دارید در مورد نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور به وزارت کشور داده که گفته ما از این بعد نمیتونیم دختران خیابانی رو ساپورت کنیم. آیا شما اطلاعاتی دارید؟ نه اتفاقا من با یکی از دوستان داشتم تو سازمان بهزیست صحبت میکنم در مورد این آقای دانا بود، مدیر کل بهزیستی گیلان، میدونی که الان تو زندان لاکان رشته به خاطر ماجرای لنگرود که اون آتش سوزی شد و اون بیچاره ها رو اونجا تو آتش سوختند، حالا ما تصاویرش رو گذاشتیم، اونم با پیگیری ما خلاصه میخواستن زیر سیبیلی رد بکنن. حتی استاندار کثافت استان گیلان عباسی به این مرد دانا برگشت و گفت برو، نه برو سر کار، تو مدیر کل من هستی، برو اونجا کار بکن. که ما اومدیم یه چند تا گزارش پشت هم زدیم، گفتیم آقا چه خبره، چرا هیچ پیگیری نمیشه، اینها جنایت کردن، اینها مردم رو به کشتن دادن، به قتل رسوندن، این باید پیگیری بشه. که سر اون رئیس کمپ لنگرود رو میدونی زیر آب کردن، یهو تو زندان گفتن خود مشکل قلبی پیدا کرد و فلان. مشکل قلبی تو زندان یعنی که سر طرف رو زیر آب کردن، اونو کشتنش.
بعد که دیدن نه ما اومدیم اینو اطلاع رسانی کردیم و گفتیم آقا این کشته شده و پشت دست یک داستانهایی هست و یک گند کثافت کاری های اینا رو رو کردیم که دیگه دادستان مجبور شد دستور بده که این آقا رو از مدیر کلی بردارند و اینو بندازنش داخل زندان. امروز داشتم با دوستان صحبت میکنم که آقا این چی شد الان بیرون داخله، گفتن نه هنوز درگیر اونه دیگه، مدیر کل یکی دیگر رو انتخاب کردن به عنوان سرپرست و فلان. بعد ماجرا همین ماجرا رو پرسیدم، آقا صادق روزانه 300 دختر فراری 300 دختر فراری به تهران پناه میارند از اقصی نقاط کشور. این یک فاجعه است در یک کشوری که شما میگی کشور اسلامی، همه مسلمانی، دین، خدا، پیغمبر و اینا. خب روزی 300 تا اینها میان، اینا میگن آقا ما آمدیم با شهرداری قرارداد بستیم، با شهرداری استان تهران قرارداد بستیم، با شهرداری کلان شهر تهران قرارداد بستیم که اینا یک سامانکده هایی رو بزنن که ما این دخترها رو بیاریم اونجا. میگه و خود بهزیستی هم تو اطراف تهران چند تا مکان رو، ولی میگه به شدت تعدادها آنقدر زیاده که ما دیگه جان نداریم و بعضا داره این تبدیل به یک معضل بزرگ میشه. من امروز از یکی از این بچه هایی که تو معاونت پیشگیری بهزیستی بود به من قسم میخورد، میگفت آقا پیمان تو هر خیابانی در تهران 2 الی 3 تا خانه فساد هست، تو هر یه خیابون. این چی رو نشون میده؟ شما 45 سال آمدید گفتید خدا، پیغمبر، دین، ما نایبین اون هستیم، نایبین این هستیم، فلان هستیم. خب فساد کل کشور رو برداشته. حالا من دارم مشخصا پایتخت رو میگم، استانهای دیگه هم میتونم در موردش خیلی چون اطلاعات زیادی هم، ولی حالا مشخصا شما سوالتون در مورد پایتخت بود من دارم خدمتتون عرض کنم. شما حساب بکن روزی 300 تا دختر فراری، اینها میگن آقا ما نمیتونیم اینا رو جوابگو بشیم، پلیس اینها رو میگیره سر خلاف، پلیس اینا رو میگیره سر کیف قاپی، پلیس اینا رو میگیره سر خرید مواد، سر فروش مواد، سر نمیدونم نزاع و درگیری و لاتبازی و اینها. اینها رو میگیره چیکار میکنه؟ با دستور مقام قضایی تحویل بهزیستی میده، چون معاونت پیشگیری کلا وظیفش اینه که اینها رو ساماندهی بکنه. خب اینا وقتی جا ندارن نمیتونن رو کول خودشون سوار کنن. میگه بعضن زیر سیبیلی بعضیا رو دک میکنیم برن. اینها خب چون فرار کردن از خانه های خودشون و بعضا همشون هم به خاطر بحث مشکل مالی آقا صادق، مشکل مالی آقا صادق که همه برمیگرده به این حکومت لعنتی، برمیگرده به این دولت بیلیاقت کثیف که هرج و مرج کل کشور رو در بر گرفته. میگه بعضا اینها میان جذب خانه ها، جذب خانه های فساد میشن که نتیجهش و خروجیش این میشه که در هر خیابانی در تهران 3 تا میگه تا 3 تا خانه فساد وجود داره. خب که سرتیم اونجا اصلا میگه یه باند مافیا است. ما یه بارم در موردش صحبت هم کرده بودیم، میگه اصلا یه باند مافیایی داره، خرید فروش دختر، بیرون بردن، آوردن، نمیدونم اصلا یه داستانی که واقعا میدونید بخوایم بشینیم تصمیم گیری بکنیم، بخوایم بشینیم نتیجه بگیریم، واقعا این رژیم باید سرنگون بشه. خب و یه خون تازه ای دمیده بشه به رگهای این کشور تا ما جلوی این کثافتکاری ها رو بگیریم، چون واقعا آخوند اون مدیری نیست که دلسوز مردم ایران باشه. اونا فقط به فکر خودشون. دیدی که سلیمان مرد رستم قاسمی که وزیر نفت بود پسرش رو آورده تو مافیا یا خرید فروش نفت، حالا خودش به درک واصل شد و مرد، که خودش هم زن صیغه‌ای داشت، زن رسمی داشت. این کثافت از سر و روشو میباره. بعد اینها چجوری میخوان وقتی خودشون کثیفن، وقتی خودشون فاسدن، بخوان جلوی این قضايا رو بگیرند؟ ساعتی پیش یک ویدیو منتشر شد از خواننده رپر ما وفادار که شعرهای حالا انتقادی میخوند. متاسفانه خانواده‌اش که ارگان گرفتن و به خودش هم گفتن که آقا حتما باید بیای خودتو معرفی کنی وگرنه سر خانواده‌ات بلا میاریم. پیمان، این همه خفقان، این همه جو ملتهب در کشور، هر روز یه سری اتفاقات داره میافته. میخوام ببینم که این رژیم آخوندی
تا کی میخواد این قضیه رو ادامه بده؟ امروز واقعا خیلی ناراحت کننده بود این فیلم، و طرف میگفتش که همین خواننده میگفتش که شاید این آخرین ویدیوی من باشه و شما شاید بشنوید که دست پای منو شکوندن یا یه بلایی سر من آوردن. میخوام نظرت رو در این مورد بدونم. نگاه، شما میگید تا کجا ادامه میخواد ادامه بده این رژیم، تا سرنگونی. خب اینها، این مجموعه اقداماتی که الان داره انجام میده، که مجموعه اقدامات واقعا فزاینده است، مجموعه اقدامات غیر قابل تحمله، اینها قبل از سرنگونی هر رژیمی، هر دیکتاتوری اتفاق میافته. علی خامنه ای براش واقعا مسجل شده که دیگه مشروعیت داخلی تحت هیچ شرایطی نداره. پس باید چی کار بکنه؟ پس باید با زور، با زور سرنیزه، با زور گلوله، با به وجود آوردن جو خفقان این وضعیت رو بخواد برای به ثبات رسوندن حکومتش نگه داره. ولی نمیشه. چرا؟ آقا صادق، ساختارها فرق میکنه. من پری روز بود فکر کنم با شما صحبت میکردم، گفتم که علی خامنه ای الان یه جورایی رجوع کرده به نمونه حکومت کره شمالی. مردم کوک کره شمالی، ساختار کره شمالی، وضعیتش، اقتصادش، آب و هواش، همه چیز با مردم ما فرق میکنه. مردم ما دنیا دیدن، مردم ما عالمن، مردم ما باسوادن، مردم ما روابط عمومیشون، مردم ما زرنگیشون، نخبه بودنشون واقعا خاصه تو دنیا. مردم کره شمالی رو اصلا شما حساب نگیرید با اینها. اینجا تو کشور ما دست رو هر فردی میذاری 6 تا حرفه بلده، 6 تا شغل داره که بتونه زندگیش رو. ولی تو کره شمالی یه باغ رو بهت میگن آقا این قسمت رو تروب بکار، 30 سال هم شغلت همین باشه، سرت هم بالا نیار. پس مطمئن باشید این حکومت نمیتونه اون روش حکومتی کره شمالی رو اینجا پیاده بکنه. الان داره جبهه خفقان به وجود میاره. مردم زور رو قبول نمیکنن. آقا الان با اینکه هوا سرد، وضعیت تهران رو نگاه بکن، وضعیت کف خیابانهای تهران رو نگاه بکن. مردم همه، مشخصا زنان و دختران عزیز و قهرمان ایرانی، حجاب اختیاری دارن. شما درسته ما میایم میگیم مامورین میزنن میگیرن تو مترو و فلان، ولی شما دست کم نگیرید مردم ما رو، دست کم نگیرید زنان قهرمان ما رو. بعضا و در بیشتر مسائل جلوی مزدوران خامنه ای میستند، مقابله میکنن با اونا، با اینکه میدونن مثلا چه میدونم بس آخر این جنگ و جدل مثلا به ضرر اینها میشه، پرونده سازی میشه، زندانی میشه با اینجور مسائل، ولی زیر بار حرف زور نمیرن. چرا؟ چون دیگه برای تمام مردم ایران واضح و مبرهن شده که این رژیم نمیتونه این کشور رو نگه داره و باید به زودی سرنگون بشه. پیمان، هرج و مرج، گرانی، دیگه نمیدونم، فساد، همین لای به مور هر کس بخواد ببینه، فکر کنم بهترین دلیل واسه نرفتن پای صندوقای رأیه. دیگه ما اول همین لایف در مورد اون فیلمی که منتشر کردی گفتیم، در مورد دختران خیابانی گفتیم، در مورد گرانی گفتیم، در مورد همه چی گفتیم، در مورد خاورمیانه گفتیم. همین ویدیویی که الان ما 1 ساعت گذاشتیم فکر کنم بهترین دلیل واسه نرفتن پای صندوقای رأیه. حالا تکلیف ما با اونایی که میخوان شرکت بکنن تو این تبلیغ مجلس چیه؟ چجوری اینا رو باید خفه میکنیم که آقا اینا فکر نکنید که دیروز یکی از بچه ها داشت به من میگفتش که آقا ما اگر رای نه پای صندوق های رای فلانی میاد، این از اون بهتره. آقا ما 100 بار من گفتم، پیمان گفته، آقا به خدا آدم خوب تو این کاندیدا نیست، همشون تایید صلاحیت شده شورای نگهبان جمهوری اسلامی هستش. میخواستم اینم ازت بپرسم که اگر وقت بشه یه سوال دیگه هم بعد ازت بپرسم. هزاران بار گفتیم بازم داریم میگیم، یه مشکلی که ما با این گروهی که داریم، هرچی به اینها میگیم، پر میگیم، کم میشنون، اینه که اینا خودشون رو به خواب زدن. آدمی که خواب باشه رو میشه بیدار کرد، آدمی که خودش رو به خواب زده رو نمیشه بیدار کرد، چون تعمدی خودش رو به خواب زده. خب اما حالا ما آمدیم از اشلهای مختلف، از موضوعات مختلف، از برنامه های مختلف به قول شما داریم استفاده میکنیم که واقعا اینها رو آگاه بکنیم. خب آگاه بکنیم.
یعنی همین فیلمی رو که ما واقعا یک ساعت پیش پخش کردیم، اگر بشینید اینو 10 بار نگاه بکنید، یک دنیا حرف داخلشه. ما برای خراب کردن یک سرهنگ حول نیومدیم این فیلم رو پخش بکنیم، پشتش یک دنیا حرفه. خب و من مطمئنم این فیلم رو تاثیر خودش رو خواهد گذاشت، واقعا خواهد گذاشت. اما من واقعا از این عزیزان باز خواهش میکنم بشینید فکر خودتون رو بکنید، بشینید ببینید با خودتون چند چندی و یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید. من از مادران عزیز، از زنان قهرمان ایران زمین خواهش میکنم، شما واقعا توانمندید، شما قدرتمندید، شما زبان سحرآمیز دارید. پس از شما خواهش میکنم که هر طوری که شده این افراد رو به راه راست هدایت بکنید و واقعا هم بهشون بفهمونید که همه ما در یک کشتی نشستیم. آنهایی که میخوان یک طرف کشتی رو سوراخ بکنن، میگن طرف ماست، به شما چه رفتی داره، باید بفهمن که اگر آن سمت کشتی هم سوراخ بشه، همه ما غرق میشیم. دوستان عزیز، باور کنید، باور کنید، ما به صلاح شما حرف میزنیم. بعد از انتخابات رژیم جنایتکار و آخوندی، وضعیت کشور غیر قابل تحمل خواهد شد. پس زحمت بکشید، اولین حرکت شما که نه خونریزی داره، نه کشت و کشتار، نه جنگ، نه دعواست، نه، یک نافرمانی اجتماعی که حق مسلم شماست. در خانه می نشینید و در 11 اسفند اصلا برای حتی خرید ضروری هم به بیرون نمیرید. روز قبل این کارو می کنید، اون یک روز رو خونه بنشینید. این به نفع همه مردم ایرانه، اینو جدی دارم میگم. این رو لطفا رعایت بکنید، نتیجه مثبتش رو به زودی خواهید دید. پیمان، در مورد گرونی هم خواستم ازت سوال بکنم. وقت آنچنانی نمونده، به احتمال زیاد به خاطر فیلمی هم که تو منتشر کردی فردا دلار میره بالا و اجناس هم دوباره مجدد میره بالا. آقا چیکار باید بکنیم؟ آقا چیکار باید بکنم مردم داخل ایران با این همه گرونی که هر روز ما شاهدش هستیم؟ خیلی هم گزارش ها واسه ما میفرستن. فاجعه از وقتی تو بورکینافاسو یکی میگوزه اینجا قیمت دلار میره بالا، این نشون میده که واقعا اقتصاد ما یه کاری میکنه قیمت دلار فرق میکنه. این نشون میده که اقتصاد ما بیماره. خب اقتصاددانهای ما فاسدن، حکومت ما فاسده، عوامل دورور رژیم فاسدن، بدنه دولت بی سوادن. اینها رو همه رو کنار هم میذاری، دلیل بسیار خوبی برای قیمت فزاینده ارز خارجیه. پول ما دیگه ارزشی نداره. خب تو سال جدید ارزشش پایین تر خواهد آمد. 2 هفته این اتفاقات افتاد، شما دیدید دلار و یورو و اینها رفتن بالا 20%. آقا صادق، ارزش پول جمهوری اسلامی آمد پایین، یعنی 20% ما مردم رو فقیرتر کردیم. اینها حرفا حرفای کارشناسیه، حرفای شیکمی نیست. ما داریم میذاریم مردم رو روز به روز اینها دارن بدبخت میکنن، مردم رو روز به روز دارن گرفتار میکنن. شما که از این بعد نمیتونید پول فرهنگیان عزیز ما رو، پول بازنشستگان ما رو بدید، پول کارگران و سختی و چه میدونم بازنشستگی اینها رو بدید، آخه حرام زاده ها. از اون برم که نمیایید مثلا قیمت ها رو واقعی بکنید، خب این برم حقوقا رو تصویب نمیکنید که یکم بره بالا. از این بر کاری میکنید که وضعیت مملکت، یعنی با این مجموعه اعمال ننگین و تروریستی تو منطقه کاری میکنید که ارزش پول ما میاد پایین، اقتصاد کلا میریزه به هم. اینها همه دست به دست هم میده که همین جور. حالا اون دفعه یکی اینای مؤمنی بود، 40 میلیون نفر زیر خط فقر هستن. من خدمت شما عرض میکنم که من به شما قول میدم بالای 60 میلیون نفر زیر خط فقر هستن و روز به روز هم بدتر خواهد شد. آقا صادق، اگر باشه ما یه کشور فقیری مثل همین وقت نداریم. خب باشه، خیلی خوشحال شدم قربان شما بینندگان عزیز از اینکه امشب هم در خدمتتون بودیم. خیلی خوشحالیم. همه شما رو تا درود دیگر بزرگ میزنیم. چرا به من نگفتید؟ ببخشید من وسط حرفت پریدم چون نمیخواستم با خدا بسی تمام بشه. مرسی، ممنونم که شب شما بخیر. خدا نگهدار. شب شما بخیر. خدا.